ولی اجازه بدید من نپذیرم دیگه. اینکه یه مادری که در غم از دست دادن بچهش سالیان سال زار زده و گریه کرده، بعد از دیدن بچهش حتی 4 قطره اشک هم نریزه. شما فقط بر رو بر نگاش کردی. بذار به پایین که زندگی بهم یاد داده احساساتمو خوب پنهان کنم. آدم دلیل نداشت بخوام اون بچه رو احساساتی کنم، اونم قبل از اینکه آزمایش دی ان ای مشخص بشه. کلا فکر میکنم تو 10-15 سال اخیر جمعاً 5 قطره اشکم نریختم. البته تو سریایی که شما خوردی داره بره دیگه، درست آدمو سنگ میکنه واقعا، آدمو بی‌حس میکنه. اما خود ساخته، چه خونه ای هم ساختی ماشاءالله. اینجا مال خودتونه دیگه. بعد شغل شما چی بود؟ شغل که تو زندگیم خیلی شغلای مختلف داشتم. آشپز بودم، پرستار بچه بودم، آرایشگر بودم، ناخونای دست و پای مردم رو درست میکردم. یه مدتی هم کمک خیاط بودم. یه وقتایی برای به دست آوردن حداقلای زندگی یه زن جوون مثل اجاره خونه و خرج خورد و خوراک یه جوری جون میکندم که الان موندم خدا چه جوری این توانو به ام داده بود. از صبح تا از توی مطب منشی بودم، سر شب تازه میرفتم خیاط خونه کمک میکردم واسه دوختن رخت خوشبختی واسه عروسای شهر. تو روزایی که بدبخت‌ترین روزای عمرم بود. البته کلاً اون خیاط خونه خوش‌شگون بود. یه شب که خیلی دیر وقت بعد برمیگشتم و هر کاری کرده بودم ماشین پیدا نکردم، یه آقای خیلی جنتلمنی نگه داشت که منو برسونه. اولش خیلی با ترس و لرز سوار شدم. برحال با هم آشنا شدیم. هفته بعدش متوجه شدم ایشون جزو 10 مولتی میلیاردر بزرگ این شهره. بعد شما رو گرفت؟ با اجازه شما، بله. بعد حاج آقا الان منزل تشریف دارن یا حجره؟ چه حاج آقایی هم نبود اگه به لحاظ سن و سال میگی. اتفاقا یکی 2 سالی از من جوان تر بود، خیلی هم مهربون بود و به گفته خودش خیلی هم عاشقم بود. بود یعنی جدا شدی؟ نه، یه بار که از یه سفر کاری برمیگشت تو جاده تصادف کرد و از دستش دادی. بس اینم درسته؟